بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیز، به امید اینکه صحتمند و تندرست در کنار فامیل محترم قرار داشته باشین، بازم در خدمت شما قرار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های مکتب مضمون بیولوژی صنف 11 و درس 17. چه خوب پیش از وارد شدن به بحث و برنامه امروزی مروری داشته باشین به درس‌های روز گذشته. کدام یک از شماها میتونین برای ما بگین که نام دیگر مفصلیه ها چی بود؟ بند پایان دیگه چی نام آیدش؟ آرتروپودا میگفتین برای اینا و جنفیت هم میگفتین. بدن حیوانات از چند قسمت تشکیل شده بود؟ از 3 قسمت، بله، سر، سینه و شکم. در سر کدام اعضا وجودش؟ گفتیم چشمای ساده و مرکب، ساختمان دهانی، آنتنها و بعضی هم گیره ها. و در سینه چی وجودش؟ گفتیم ذمایم و همچنین بالهای از اونها. گفتیم سفالوتوراکس چی بود؟ گفتین به او دستی از غیر فقاریه ها یا مفصلی های گفته می شد که چی بود؟ سر و سینه اینا یک جا بود. دوران خون در مفصلی ها چگونه؟ دوران خون بازر دارن. دوران خون باز یعنی چی؟ گفتین عبارت از دورانیه که در او شریان وجود داره ولی ورید وجود نداره. و دیگه گفتین خود مفصلی ها یا بند پایان شامل چند کلاس میشن؟ گفتین 5 کلاس. چی و چی بودی 5 کلاس؟ حشرات بود، آفرین، قشیریه ها بود، عنکبوت ها بود، صد پاها بود و هزار پاها. گفتین خود حشرات، علمی که از حشرات بحث میکرد به نام چی یاد میشد؟ چی؟ انتومولوژی، آفرین، خیلی خوب. و حشرات گفتیم در کدام محیط ها پیدا میشن؟ میگه این حشرات در تمام محیط ها میتونین ما اونا رو پیدا بکنین. گفتین حشرات مفیده یا مضره؟ گفتین حشرات هم مفیده و هم مضره. حشرات مفیده مثل چی؟ آفرین، زنبور عسل و دیگه چی؟ کرم ابریشم. خیلی خوب. گفتیم کدام حشرات زندگی پارازیتی دارن؟ بله، گفتیم شامل خود پشه ها بود، شپش، کیک. و مضرترین حشره نامی چی بود؟ ملخ. صحیح شد. و گفتیم خود عنکبوت، جولاگک و گژدم متعلق به کدام کلاس هستند؟ کلاس عنکبوت ها. و قشریه ها شامل چی می شود؟ قشریه ها شامل، بله، خرچنگ، خرچنگ های معمولی، خرچنگ های آبی یا خرچنگ های دراز و همچنین شرمیب. اینا از جمله خصوصیات و ویژگی های خود غیر فقاریه ها و همچنین فایلم بند پایان یا مفصلی ها بود. فرق صد پا و هزار پا در چی بود؟ گفتیم صد پا زهریه اما هزار پا بی زهره. صد پا گفتیم بیشتر بحث گوشتخاره، یعنی از حشرات استفاده میکنه، اما هزار پا نبات خاره. بسیار خوب. اما امروز میگیم که مقایسه سیستم ها در غیر فقاریه ها با هم دیگر بشناسیم. چی؟ مقایسه خود سیستم ها در چی؟ در بحث غیر فقاریه ها. مقایسه سیستم ها در غیر فقاریه ها. غیر فقاری ها گفتیم شامل چند فایل هم می شدن بچه ها؟ شامل 8 فایل هم بودن. 8 فایل هم اگر بیاد داشته باشید، کرم های حلقوی، کرم های مدور، کرم های پن.
اسفنج ها، نرمتنان، خارپوستان، مفضلیه ها و کیستنان. اینا هشت فایلم غیر فقاری ها بود. حالا میخوایم ما سیستم ها، وقتی میگیم سیستم ها مثلا سیستم هاضمه، تفاوت سیستم هاضمه در غیر فقاریه ها چگونه؟ مثلا ما داشتیم کرمای حلقوی نماینده چی بود؟ کرم زمینی بود. حالا سیستم هاضمه کرم زمینی چگونه؟ اگر دقت کنین اولی که خود کرمای زمینی از چی تغذیه میکردن بچه ها؟ گفتین از برگه های پوسیده و همچنین میوجات خراب شده، از اونا مینرسه مواد غذایی استفاده میکرد. حالا گفتیم دهان داره، دهان دایروی شکل. بعد از مسئله خود دهان گفتیم شکل حلقوم داره، بعد از حلقوم میری مسئله جاغور، بعد از جاغور سنگدان، بعد معده و بعد امعا و بعد بحث مخرج. این اعضای سیستم هاضمه خود کرم زمینی بود که جاغور و سنگدان در وجودش و نهایت و بعد از روده مخرج بود. اما به کنار از این باز اگر بیم از نرمتنان رو ببینیم، نرمتنان نماینده رو مثل چی بگیم؟ حلزون. سیستم هاضمه حلزون باز این میگین زبان ارمانند دیدش به نام رادیولا، درست؟ در زبان ارمانند رادیولا بود. بعد خود دهان میشه مسئله حلقوم، معده، امعا و مخرج که مخرج به منتل باز میشه. و کنار از این باز اگر دقت کنیم این موجود مسئله جاغور و سنگدان داری وجود ندیش، اما به عوض با زبان ارمانند رادیولایر دیش که به نباتات خسارات میرسون. و دیگه دیشتین خود ملخ که از نمایندی از فایلم مفصلیه ها یا بندپایان از صنف حشراته، میگین خود ملخ هم یه از جمله به سبب غیر فقاری هایه که سیستم هاضمه ازی دهانه، یه هم جاغور داره، سنگدان داره، معده داره و بحث امعا و مخرج. ایها اعضای سیستم هاضمه در غیر فقاری ها بود که با تفاوت های اونا رو دیدیم. بعد از سیستم هاضمه داریم سیستم دوران خون رو داریم. سیستم دوران خون، اول از این که میگیم خون در خود غیر فقاریه ها دوران خون بالعموم به شکل بازه. دوران خون چی؟ دوران خون باز. بعضی از غیر فقاریه ها مثلا ما در بحث پادرسران در بحث خود مولسکا یا نرمتنان یا در بحث کرمهای حلقوی خود کرم زمینی دوران خون بستر داره. متبقی فرض میکنین حشرات دوران خون بازر دارن. فرق دوران خون و باز و بسته در چی بود؟ گفتیم در دوران خون باز شریان وجود داره، ورید نیه، اما دوران بسته هر دو تار داره. حالا حیواناتی که دوران خون اینا باز هست، خون رو توسط شریان از قلب بیرون میکنه. حالا قلب در اینا چگونه؟ به شکل عقدات یا گرگک هایه، دارای دلیز و بطن نیه مثل حیوانات کسیرولوژی یا بس فقاریه ها. به شکل گرگک ها یا عقداتیه که خون از طریق از اینا انتشار میکنه به تمام قسمت ها. شریان خون رو بیرون میکنه، خون پاکه. حالا خون چگونه به قلب باز دوباره برگشت میکنه؟ میگیم اینا خالیگاه های هموسولیر دارن در بدن. وقتی خون به اون خالیگاه ها جمع میشه با حرکاتی که حیوان انجام میده، مثلا پروانه ها پر میزنن، کرمه های حلقوی یا بعث ملخ ها پرواز میکنن،
جولاگک ها پرواز میکنن، راه میرن، صحیح شد، عنکبوت ها پرواز میکنن، کناه ها راه میدن، با همون راه رفتن خالیگاه های هموسولی خون منتشر میکنه یا انتقال میده به خود قلب. میگیم توسط شریان خون بیرون شد، میره به تمام قسمت های بدن، از تمام قسمت ها جمع میشه به خالیگاه های هموسولی و با حرکاتی که حیوان انجام میده، پریدن، جهیدن، خیز زدن، راه رفتن و غیره، خون منتشر میشه به قلب. این میشه دوران باز. اما در بسته گفتین خون توسط شریان بیرون میشه، میره به تمام قسمت های بدن، وریده ها باز خون را از تمام قسمت ها جمع میکنن و میرسونن به قلب. ای پس بحث دوران خون در چی شد؟ در خود غیر فقاریه ها. پس بحث دوران خون هم شد که ما دوران به حساب گفتیم خون باز و بستر داشتیم. و دیگه بعد از دوران خون دارین سیستم تنفسی. میگیم خود تنفس در بحث فقاریه ها چگونه؟ ببینین میگیم خود سیستم تنفسی سیستم تنفس در فقاریه ها، اینها بنام بعضی از غیر فقاریه ها شش دارن، مثلا خرچنگ ها که در محیط های آب هن. بعضی برانشی هم دارن، منتها بیشتر از سوراخک هایی که در سطح جلد دارن، بعضی از طریق سطح جلد، مثلا خود کرم زمینی گفتیم چرا از طرف شب بیرون میشه برای جمع‌آوری غذا، چون گفتیم تنفس از طریق جلده، شعای آفات ها وقتی جلد رو خوش کنه از بین میره. تنفس از طریق چی؟ از طریق پوست یا جلده. و کنار از این مثال خود آرتروپود بحث حشرات یا انسکتا، اینا مسامات دارن در سطح جلد، صحیح شد؟ اگر بیم به این قسمت دقت کنین، ما به سلاید میگین خود بحث حشرات یا مفصلیه ها، میگین اینا سوراخک های دارن در سطح بدن خود که این سوراخ ها به تمام قسمت های بدن اینا وصله و به نام اسپایروکل ها اینا رو نامگذاری میکنن. اسپایروکل ها سوراخک های در سطح بدن که تبادله گازات اکسیژن وارد و کربن دی اکساید خارج انجام بده. مثلا کرم های زمینی گفتین از اون رطوبتی که در جلد وجود داره این انجام میده. پس مسئله تنفس در غیر فقاریه ها گفتین بعضی برانشی، بعضی شوش، بعضی از طریق سوراخ‌های سطح جلد و بعضی هم از طریق اسپایروکل ها تبادل گازات را انجام میدادن. و دیگه گانین بحث اطراح، سیستم اطراحیه در غیر فقاریه ها. وقتی مسئله طرح میشه خود اطراح، مثلا ببین در بحث کرمای حلقوی گفتیم به نام نفریدیا، به بین هر بند یک جوره نفریدیا وجود داشت که از طریق نفریدیا مواد بیکاره و اضافی خارج میکنه و بعضی از اینا به نام مالپیگین اوقدات دارن، گرگک های که از طریق ساختمان های مال پیگیری چگار میکنن؟ مواد بیکاره رو خارج میکنن. مثلا اگر بیایم به این قسمت بگیم خود بحث خارج نمودن مواد بیکاره از طریق بدن غیر فقاریا، مثلا خود کرم های زمینی از طریق نفریدیا انجام میداد، یا بعضی گفتین اینها تیوب های داشتن، گفتین این تیوب ها به نام تیوب های مال پیگی بود که مواد از طریق از او خارج می شد، یا خود نرمتنان مثلا حلزون گفتن مواد بیکارر در منتل خارج میکنه، و همچنین بعضی از خود حشرات اینا به نام کوکسال اوقداتی بود که مواد بیکارر چکار میکنن؟ از طریق از او خارج میکنن. پس بحثه مسئله اطراح در غیر فقاری هم شد، مثلا خود کرمه های زمینی گفتین به استثنای همو حلقه های
سومی سلقه اولی از او در هر حلقه مسئله نفریدیار دیش. پس بحث اطلاب شد، هاضمه شد، دوران خون، سیستم تنفسی، سیستم اطلاعی و دیگه داریم سیستم عصبی. میگم خود سیستم عصبی در غیر فقاری ها چگونه؟ عصب ایناش دماغ انکشافیافتر ندارن، درست؟ مثل موجودات عالی یا حیوانات فقاریه، اینا دارای مغز انکشافیافته و مسئله نخای شوکی در اینا وجود نداره، ولی در مقابل عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. چگونه؟ اگر دیده باشین کربه های زمینی خود در مقابل عوامل بیرونی، اگر یک شهر نکتی زیر به اون نزدیک کنیم خود رو جمع میکنه، حتی از نور فرار میکنه، کوشش میکنه پس خود رو با لابلای خاک پنهان کنه. حشرات دیده باشین از طریق آخذه های اما آنتن هایی که دارن از جمله حواس سینه مسیر مشخص میکنه، راه خود را از طریق خودمو آنتن ها تعیین میکنه، مسیر رفت و برگشت خوده. اینا به نام گنگیولین عقدات عصبی در بدن از اینا وجود داره که به شکل گرگک هاین. این گرگک ها به تمام قسمت های بدن از اینا پراکنده و در مقابل تنبعات بیرونی از خود عکس العمل نشان میدن، فرار کردن، پرواز کردن، جیش کردن، خود رو جمع کردن. شما حلزون رو دیده باشین وقتی سرصدا با آرومی باشه میبینین آهسته آهسته از بین منتل خود رو بیرون میکنه، مسیر خود رو سپری میکنه. اما اگر برای از او کدام ضربه ای رسید یا جسم بیگانه به او نزدیک شد، فورا خود رو به بین منتل پنهان میکنه، فرو میره به داخل منتل. عنکبوت ها رو اگر دقت کنین از طرف روز خود رو پنهان میکنن، اگر عکس العمله، مثال خود گژدم میره در جاهای تاریک در زیر سنگه ها به اونجا آرام میگیره تا زمانی که شرایط برای باز مساعد میشه. پس بحث خود سیستم عصبی هم گفتین اینا عبارت از امون عقدات یا گرگک های هم که گفتین بنام گنگیولین چه کار میکرد؟ تمام سیاله ها و بحث تنبعات بیرونی جمع و به خود حیوان رو انتقال میده. و دیگه دارین بحث مسئله استحاله یا تکثر در خود غیر فقاری ها. چی؟ بحث تکثر. میگین خود دیگه داشتیم بحث سیستم تکثر در غیر فقاری ها. تکثر باز در خود فقاری ها انشاءالله با شما میخوانین، اما در غیر فقاری بیشتر به شکل استحاله. به شکل چی بود چو؟ استحاله. یک روش تکثر بود تغییر یا تحولیه که در خود غیر فقاری ها از کدوم مرحله؟ از مرحله گفتین استحاله تغییریه که از مرحله تخم صحیح شد تا کی؟ تا مرحله چوچه و بلوغ میرسه. استحاله، استحاله میگن خودی به دو قسم بود. یک استحاله کامل رو دارین و یک استحاله ناقص رو دارین. مکمل هم برای از این میگن، میرم نامکمل. استحاله کامل شامل چهار مرحله بچه، چهار مرحله از این عبارت از چیه؟ میگین یک تخمه، دوم لاروا یا بتیته، نام دیگر لاروا چیه؟ بتیته. سوم شفیره یا پیوپا و
چهارم خود حشره. میگین بحث استحاله کامل شامل همین چهار مرحله که اکثریت حشرات بحث استحاله دارن. حیوان اول تخم میگذاره، تخم تبدیل میشه به لاروا یا به تیته، و بعد به تیته یا لاروا تبدیل میشه به شفیره یا پیوپا و بعد حشره. مرحله لاروایی یا بتیته، شاید به پیش شما سوال خلق بشه این چه نوع مرحله، ما چگونه تشخیص بدیم که بله این مرحله لاروایی خودمی استحاله. خود لاروا ساختمان های کرمانندی هم بعضی مواقع شده باشه که سطل آشغالی شما برای یک دو روز خالی نشده، وقتی او تخلیه میکنین به ته سطل یا مزرف آشغالی میبینین بعد کرمه هایی وجود داره سفید رنگ مایل و زرد، همون مرحله لاروایه. و بعد از لاروا تبدیل میشه به شفیره، مرحله‌ای که در بعضی از حشرات تبدیل به قوزه یا پله میشن و بعد حشره. اما در استحاله ناقص در عده کمی از غیر فقاری ها این تحول وجود داره، مثلا خود ملخ و خسک ها اینا استحاله ناقص دارن. شامل چیه؟ تخم، دوم بحث نمف و حشره. میگن استحاله ناقص فاقد مراحل بتیته و شفیره. استحاله ناقص حشره اول تخم میگذاره، مثلا خود ملخ ها محیط های ریگی رو انتخاب میکنن برای تخم گذاری، جنس مؤنث بیش از 100 عدد تخم میگذاره در اون محیط، ماده سمغی هم آزاد میکنه بروی که اینا از هم دیگر دور نشن، روی نار میپوشه میره به دنبال کار. و بهار سال بعدی تخم ها تبدیل میشن به نمف. نمف چیه؟ میگین ملخ بدون بال رو میگین. اگر بیاد داشته باشیم گفتین غیر فقاریه ها اسکلت نا خارجی بود، از نوع ماده به نام کیتین ساخته شده بود، درست؟ گفتین اسکلت خارجی مانع رشد بیش از اندازه نامه شد، وقتی به مرحله تکمیل میرسیدن پسندازی میکردن. حالا نمف ها همچنین اینا با استفاده از بعض نباتات، چون میگن به بهار اینا نمف ها به وجود میآیند، در بهار نبات زیاده، شروع میکنن به تغذیه نباتات و بعد از چند مرحله پست اندازی بال میکشن یا پر میکشن، و بعد اگر مواد غذایی برای اینا میسر بود به شکل اولی از اون و در غیر از او مهاجرت میکنن، و همین سبب میشه که اینا مضرترین حشره بگیم. و عده دیگه از بحث تکثر داشتیم به نام هرمافرودایت. هرمافرودایت گفتین عبارت از حیوانات یا موجوداتی بود که خونسا بودن، مثلا کرمای زمینی نمیتونستن خود الالقا بکنن، مجبور بودید تا با هم دیگر یک جا بشه، مواد بین البینی خود تبدیل بکنن، و وقتی جدا می شدن هر دو تا قادر به تخم گذاری بودن. و عده دیگری از غیر فقاری ها گفتین پارتینیوجنسیز بودن. پارتینیوجنسیز تکثر خود به خودی، اینا اعضای تکثری در این حیوان وجودش میتونست خود الالقا بکنه و بعد تولید تخم بکنه. اینا خصوصیات و ویژگی هایی بود که در بحث غیر فقاریه ها، یعنی سیستم هایی که به شکل مقایسوی در بحث غیر فقاریه ها داشتیم شامل همینا بود. صحیح شد؟ اگر خواسته باشیم پس جنبندی بکنین، گفته این اعضایی که یا مقایسه سیستم ها در غیر فقاریه ها که شامل سیستم هاضمه، دوران خون، سیستم عصبی، اطراحیه، تنفس و تکثر در اینا بود با تفاوت‌های جزئی. با امیدی که از مطالب و موضوعات امروزی
استفاده کلیر برده باشین. تا دیدار بعد و برنامه بعد، همه شما عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.